سلام، ما بر اساس تجارب و تحقیقات فکری و عملی در طی 40 سال به این نتیجه رسیدیم که خط سیاست در جهان ناسالم است و مسیر دیانت در کره زمین در همه ادوار غیر قابل تکیه است. حرفهای ما مستندات انکارناپذیر دارد. این گونه نیست که مثلا در باب سیاست زدگی چون سیاسیون به قولهایی که به ما دادن عمل نکردن یا به تعهداتی که به نفس کار ما داشتن به طور عموم عمل ننمودن، یا دینداران به خاطر آزار اذیتی که طی 40 سال به انواع مختلف به انواع گوناگون بر من روا داشتن، من مذهب زده شدم. نه، اینجوری نیست. برای بیکفایتی دیانت موجود ما کتابی داریم تحت عنوان دارة المعارف ظهور که در آن چندین هزار مستند داریم، برهان و حجت داریم دال بر این که دین در موقعیت پاسخگویی به بشریت نبوده. من الان در مسیری هستم که نه خواهان سیاست حاکم بر جهان بوده و نه خواستار حاکمیت دین در همه ادیان آسمانی بر مردم کره زمین هستم. من راه سومی رو انتخاب کردم تحت عنوان نه دیانت نه سیاست. این خط سوم به داد بشریت میرسد. ببینید، ثمره سیاست در طول هزاران سال که تاریخ سابقه نگارش دارد از حوادث و وقایع زندگی خصوصی و عمومی انسان، تمام بدبختی ها و بیچارگی ها و ظلم ها و خونریزی ها برای بنی آدم از دست سیاست و سیاست بازان بود. یعنی فیزیکدان، شیمیدان، طبیب، فیلسوف، حکیم اینو نیمدن با روح و جسم و باورداشت و وجدان جوامع بازی کنن. این سیاسیون بودن. ثمره کارشون هم قتل عام‌ها بود، جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای بود.
و کافی است که تاریخ رو ورق بزنیم. مستندات ما، براهین ما، حجج ما تاریخ است. تاریخ رو برگش رو ورق بزنیم، جای جای زندگی انسان ها، چپاول سیاسیون، دغلکاری، دروغگویی، رنگ کاری و نامردی به مردم ضعفا و فقرا که اکثریت قاطع مردم کره زمین رو تشکیل میده. در باب دیانت هم همینطور. اینطور نیست که من از سیاست گریزان شدم به دیانت پناه بردم. من سابقه مواضع دینیم برمی گردد به سال 50. از سال 50 تا اولین تا آخرین زندانی که رفتم، یعنی سال 85، در کرسی دیانت بودم. بدین ترتیب که کتابت داشتم، خطابت داشتم، امامت داشتم، مساجد مهم پایتخت رو اداره میکردم، کتابهای چندی نوشتم، شاگردان بسیاری داشتم، بدون اینکه تبلیغ جمعی داشته باشم. یعنی از همون روز اول ما ورود ممنوع داشتیم به تبلیغات سراسری. به علاوه اینکه رفتیم بالاتر، شما حساب کنید پدران و آبا اجداد من تماما محافظین دین بودن، مدافعین شریعت بودن، ولی زندان در طول 11 سال برای من فرصتی بود که یک نگاه جدید بکنم به خودم و داشته های اعتقاد دینی. در 11 سال دوچار یک زلزله شدم اعتقادی و شروع کردم به مطالعات غیر متعصبانه و دیدم که پس پرده های دین فجایع است. ما در اون 40 سالی که کار تبلیغ اسلام رو به عهده داشتیم، از روی تعصب به غیرت کار میکردیم. در این 11 سال زندان اون تعصب کورکورانه کنار رفت، شروع کردم به مطالعات نوین در خود اسلام، یعنی روایات، آیات، احادیثی که قبلا دیده بودم و همین حالت رو به من نشون میداد که محتوا ندارد ولی روی تعصب ازشون رد می شدم، استقامت کردم، استادی کردم. الان به ضرس قاطع می گویم که این سیاست حاکم بر بشریت نمال زمان ما، کلن سوابق در تاریخ ثبت است. جز ستم بر رعایای ملل چیزی نداشته و همواره برای ربودن آراء مردم بوده و چپاول بیت المال و اعمال تبعیض و انجام مسائل خلاف عدالت. در مبحث دینی هم همینطور. من به عنوان یک کارشناس در دیانت آبا اجدادی که خیلی هم محکم میکوبیدم برای دفاع از
این دین تو 11 سال به خود آمد و من اینو از برکات این رژیم میدونم که با این فشارهایی که بر من وارد کرد اون لباس تعصب کورکورانه رو از تن من در آورد و من نگاهم به اسلام نگاه زیربنایی و واقعی و بی پوسته شد. همچنین قرآن، احادیث، روایات. بنابراین ملت جهان را دعوت میکنم که به این مسیر توجه بیشتری کنند و مرا در رسیدن به اهداف جهانی یاری کنند تا بتوانیم یک راه سومی را با شعار نه سیاست نه دیانت به کرسی دنیا بنشانیم با امید پیروزی و رسیدن به اهداف خدا نگهدار.